درود مجدد و ابراز سپاس امتنان از اینکه توبه کنون بیننده بودین. نیمه پایانی برنامه مثلث فقر را آغاز کردید و مهمان خوب ما با ما هستند در استودیوی مثلث فقر. پیش از اینکه معرفشون بکنم، من معلومات خیلی کوتاهی را برای شما به خانش میگیرم. بیش از نیمه از جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند. میزان فقر بر زندگی مردم افغانستان تاثیر بسیار بدی را توانسته است به جا بگذارد. میزان فقر به اساس آخرین آمار 38% بود که در گزارش جدید به 54% افزایش یافته است. بیشتر از نصف جمعیت افغانستان ماهیانه کمتر از 2060 افغانی و یا کمتر از $30 درآمد دارند. میزان بیکاری نیز در این کشور از 22% به 24% افزایش یافته است. در آمارهای قبلی 33% مردم افغانستان از امنیت غذایی برخوردار بودند. اکنون شمار آنان به 44% افزایش یافته که در فصل زمستان شمار آنان بیشتر می شود. این آمار نشان می دهد که شاخصه های بزرگ اقتصادی در افغانستان از کارایی لازم برخوردار نبوده است. ناامنی، بی‌ثباتی سیاسی، جنجال های انتخابات 2014 ریاست جمهوری و کاهش میزان سرمایه گذاری از دلایل عمده در ایجاد این وضعیت بوده است. افت رشد اقتصادی، عدم توازن میان رشد اقتصادی و جمعیت کشور، پایین بودن رشد تولید داخلی و متکی بودن افغانستان به واردات از دلایل عمده این وضعیت است. با وجودی که تاکنون 80 میلیارد دلار برای پروژه های توسعه افغانستان مصرف شده، اما میزان فقر در ولایت اوروزگان در جنوب افغانستان 95% و نورستان در شرق این کشور 85% است و میزان فقر در کابل 24% اعلام شده است. اقتصاد افغانستان نامنظم، غیر رسمی و غیر قانونی است. بیشتر مردم این کشور کار را برای زنده ماندن انجام میدهند. در میان 24% افراد بیکار، 41% آنان زنان و 18% دیگر مردمان هستند. به دلیل اشتغال مردم به زراعت در فصل زمستان میزان بیکاری بیشتر می شود و در فصل تابستان به حداقل کاهش می دهد. در رابطه به همین موضوع و تاثیرات بد فقر و جمعیت انبوهی از مردم افغانستان که با مشکلات فقر روبرو هستند و زیر خط فقر زندگی میکنند، با آقای حشمت الله اکرمی بیشتر بحث میکنیم. خیلی خوش آمدید آقای اکرمی. سلام، عرض ادب دارم خدمت شما و تمام بینندگان و شنونده هایی که ما را دارن میبینن، پای برنامه ما نشستن. خیلی ممنون. من حیث یک جوان اگر بخواین آقای اکرمی صحبت بکنین، که شما خودتان در میان جوانان افغانستان وقتی که با جوانان میشینین، میبینین، صحبت میکنین، خانواده ها رو میبینین، چقدر فقر وجود داره؟ چقدر تشویش به خاطر اقتصاد ضعیف در اینجا هست از دید شما؟ خب تشویش فقر که فعلا در جامعه ما گفتیم 50% جامعه ما زیر فقر زندگی میکنن و همچنان عدم شغل زایی نیسته. شغل در کشور ما کاملا از بین رفته. فامیل ها، خانواده ها، تمامش تشویش امیر دارن. ببینین فامیل ها، خانواده ها هزینه میکنن بالای اولادایشان تا تحصیل کنن. نه وقتی تحصیل میکنن هزینه تحصیل از اونا چقدر میشه؟ ضمن از اینکه تحصیل میکنن هزینه میکنن بالای از اینا، دوباره وقتی فارغ میشن اینا وظیفه نمیافتن، بیکار هستن. این باعث تشویش به خودشان، به فامیل ها و حتی به دوستایشان هم شده. آقای اکرمی، چه کسی را شما ملامت میبینین در قبال این وضعیت؟ کی باید پاسخگو باشه و این وضعیت امروز خراب اقتصادی که به مردم به وجود آمده، کی ها از دید شما میتونن ملامت باشن؟ خب در کل ما این را گفته نمیتونیم که کی ملامت است، ولی تا حد حکومت ما در این راستا بیتوجهی میکنن. و خاطر چی؟ که زمان یک کشور پیشرفت میکنن، عموماً استخدام در نهادهای حکومت شفاف باشه، در بود دومش هم تجارای ملی واقعا سرمایه گذاریشان در خود کشورشان انجام بدن. حالا که ما امنیت خوبی نداریم، شاید امنیت نسبی است و بر تاجرای ما کافی نیسته. تمام جامعه ما بر رکود اقتصادی مواجه است و تاجران امو پول دست داشته ایشان که به خاطر تجارت یا سرمایه گذاری باید در کشور خودشان سرمایه گذاری میکردن نکردن، چون میترسن از خاطر از اینکه کشته نشن، اختطاف نشن. این ترس ها به وجود آمده است و تجارای ما مجبور به ایشان ترک وطن کنن، برن در کشورهای دیگه سرمایه گذاری کنن. خب کاری که باید حکومت میکرد از دید شما آقای اکرمی، که میتونست یک نوع وضعیت را تغییر میداد و ذهنیت‌ها را تغییر میداد و یک روحیه خوب حکومتداری را میتونست به وجود بیاره، چه بود که نتونستن انجام بدن؟ خب ما در کل گفته نمیتونیم، تا حد حکومت ملامت بوده، ولی تا حد ما خودمون مسئول هستیم. به خاطر چی؟ حکومت نمیدون دون دروازه هر کسی یک سرباز به خاطر امنیتش داشته باشه. ما خودمون همکاری تا حد کافی و لازمش نمیکنیم با حکومت. الان اگر حکومت میخواست که
اقتصاد مملکت ازم نپاشه به مو مثل سالای 82 83 84 نگاهش کنه وضعیت اقتصادی را، باید جان مال تمام تاجرای ما را تضمین میکرد، برای از اونا سهولت ها ایجاد میکرد و از اونا حمایه کامل میکرد. ما و شما شاید بودیم چندین تا تجارای ما اختطاف شدن، اولادایشان اختطاف شدن، دیگه صاحب از اینا تنگ شد، مجبور شدن فرار کنن. بله خیلی خوب، اگر این وضعیت کنترل نشه و تغییر با وجود نیه و هم اکنون طبق این گزارش را که من در ابتدا به خانش گرفتم این آمار زیر خط فقر بلندتر بره و افزایش پیدا بکنه، شما چه فکر میکنین که چه مصیبت های دیگر امکان داره که در افغانستانی که در تمام ابعاد آسیب پذیر است، چه مصیبت های دیگر میتونه به وجود بیاید؟ مصیبت های بیشتر از این، فرض کنین ما و شما شغل وقتی در وطن ما نباشه، سرمایه گذاری در وطن ما نباشه، ساخت ساز در وطن ما نباشه، مثل همی که حالا جوانان ما که تقریبا 65% مملکت تشکیل میتن، جوانان ما میرن فرار از مملکت میکنن و همی فرارشان باعث ازی میشه که از اون طرف یا معتاد بر بگردن یا هم که معتاد بر نمیگردن میرن تومی ننگا میشن. ما در حقیقت با کمبود جوانان روبرو میشیم. جوانان در حقیقت سازنده ستون فقرات جامعه هستند. اگر که ما کار داشته باشیم در وطن ما، شغل زایی داشته باشیم، استخدام به طور شفاف باشه در نهادهای حکومتی، پس هیچ مشکل دیگه ما داشته نمی باشیم. افغانستان که چندین سال متوالی را جنگ را پشت سر گذاشته بود و چند سالی است که به طور مثال نفس راحتی کشیده تا حد خیلی کمه، آیا توان این را داره، ظرفیت این را داره که شما که شکایت مند هستین از این که اگر ما کار می داشتیم، اقتصاد خوب می داشتیم، امروز وضعیت این گونه نبود، آیا حکومت توان این را داره که بتونه با درک سپری کردن چندین سال جنگ بتونه مزیت های خوب و کارهای خوبی را برای مردم خود انجام بده یا خیر؟ ما از این هم چشم پوشی کرده نمیتونیم که ما چندین ده جنگ تجربه کردیم، ولی از این هم ما چشم پوشی کرده نمیتونیم چندین کشور جهان به ما و شما هم زمان کمک کرد، ما نتونستیم از این کمک هایی که داخل کشور ما شد با وجه اصلش استفاده کنیم. ما ببینید شما یک دفعه برق ما و شما وارداتی است، ما نمیتونستیم با نیم از این همی از اینه بگیریم بند برق بسازیم. قبول داشتیم 24 ساعت برق نداشته باشیم، 12 ساعت داشته باشیم، ولی از خودمون باشه. چرا پول ما میره در جیب بیگانه ها؟ چرا در کشورهای دیگه پول ما میره؟ بله. آیا کسانی که در حکومت هستن، کسانی که حالا ادعای حکومت داری را میکنن، ادعای رئیس جمهور بودن و یا رئیس بودن را میکنن، چقدر مغز و ذهنیت و دیدگاه و طرح آینده سازی دارن، چقدر افراد مناسبی هستن و چقدر واقعا افراد خردمند هستن؟ چیزی را که شما بیان کردین که چرا بگذاریم پول ما به کشورهای دیگر برن، چقدر از این وضعیت با خبر هستن، آگاه هستن از این شما؟ خب شاید اینا فکر میکنن تمام فوکسشان توجه از اینا روی امنیت است و واقعیت هم موضوع خوبی است که روی امنیت فکر کنن، ولی ضرور هم نبود که به این اندازه ما هزینه کنیم در خارج از کشور. میشد به نیم امی هزینه ما برق بسازیم و امنیت شام در کل داشته باشیم. میشد ما فعلا ببینین دندکترین جنگ ها شدت میافت در سمت شمال، لینای برق ما و شما قطع میشه، باز ما مو گپ هست از این کرده که هیچ نمیداشتیم، از خود ما میبود بهتر بود. بله اما شما میدونین که بیان میکنین بعد از خود ما برق میداشتیم، جاهایی که ظرفیت تولید برق را در افغانستان داره همه به نوعی در تیرس گروه های مخالف هستند و یا در وضعیت بد امنیتی قرار دارند و ساحه حضور حکومت برای تامین برق و یا ایجاد فابریکه های تولید برق متاسفانه با کندی و مشکل روبرو است. چگونه عزیز شما؟ ما زمانی که داشتیم، وقتی زمانش داشتیم، از اون فرصت هایی که در دست ما اومد استفاده خوب نکردیم. حالا که هر جایی می بود لاین برق ما همین مشکل داشت که فعلا هم هست. گفتم پیشترم تأکید کردم در اندکترین مشکل برق ما و شما قطع میشه، وقتی کمی جنگ شدت پیدا میکنه برقای ما و شما قطع میشه. حالا که اگر داخل کشور می بود مثلا در سروبی ما و شما خوب بندای برق می داشتیم، اونجا نزدیک بود، یا که ما و شما میریم به ولایت های شمال ما 600 500 کیلومتر طی میکنیم. خب آقای اکرمی، شما من حیث یک جوان که امروز دعوت شدین و میخواین بنامندگی از جوانان گپ بزنین، چقدر از چی بیشتر در اینجا رنج میبری خودت، از چی بیشتر تشویش داری من حیث یک جوانی که تحصیل کردی و درس خواندی و از رشته حقوق علوم سیاسی هم به نوی اسناد خود را به دست خود داری، چه چیزی خودت را بیشتر رنج میده؟ چیزی که تمام افغانان رنج میده، اولی که نبود امنیت است،
امنیت لازم. همیشه به گوش ما به این می باشه کجا انتحار میشه، کجا انفجار میشه، کی را ترور میکنن، کی را از بین میبرن. ما اول که ما امنیت لازم نداریم، دوم اقتصاد ما در رکود است، ما در رکود اقتصادی مواجه هستیم. موضوع سوم بیکاری، بیکاری فوق العاده در کشور ما است. موضوع چهارم فرار تجار ما از کشور است. موضوع پنجم مواد مخدر است، با شدت گسترش مواد مخدر در کشور ما و شما است. الان ما و شما ببینیم گرفتن از زیر پل سرخ معتادا را کشیدن با. خب کشیدنشان ما همیشه مشکل میگیریم، امرای مشکل حل میکنیم، ما هیچ وقت مشکل امرای رای حلش نمیکنیم. میشد کم معتادا را مستقیم میبردن شفاخانه، وقتی که شفاخانه نبرده بودن پس این متوالی کردن از اینا تا چی مانا؟ خب امروز چقدر احساس میکنه آقای اکرمی که یک تعریف از جوان و ارزش دادن به جوان و اهمیت دادن به جوان در درون حکومت است؟ چقدر امروز راضی هستی که آقای عشمت اکرمی را من حیث یک جوان حکومت درک میکنه، مشکلاتش را میشنوه و ضعف‌ها و چالش‌هایش را در کل میدونه؟ خب این را گفتن نمیتونه، به خاطر چی که خود مردان حکومت دی باید ببینن از حال احوال جوان کشور آگاه شوند، با خبر. تنها من نی، تنها من این مشکل ندارم، تقریبا 50% جوانان این مشکل دارند، 60% جوانان این مشکلات دارند، او 40% متبقی هم که میمونه ترک وطن میکنن. حالا ببینین یک جوان اولش یک ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه، خلاصه در طول دو سال سه سال میره آمادگی کانکور میخونه، بعدش که آمادگی کانکور هم سرش هزینه میکنه و میره به کانکور را میافته در پانتونیا که در نهادهای خصوصی تمام اقتصادش متلاشی میشه، ولی وقتی آخر هم فارغ میشه وظیفه نمیافته. این هم یک مشکلی است که بیشتر در زمینه جوانای ما را رنج میده. یک موینیت وجود داره برای شما جوانا که میخواه کار بکنه و فعالیت میکنه و همیشه تقدیرنامه میته، تندیس میته، لب تقدیر میته و برنامه های رو روی دست میگیره و تعداد زیادتر جوانا را در اون برنامه ها دعوت میکنه و تاکیدش هم بیشتر بر این است که ما میخواییم روند کار رضاکارانه رو روی دست بگیریم تا کسانی که با کار بلد نیستن بیان کارآموز هم بشن و رضاکارانه هم کار بکنن. در مورد اون موینیت چه گفتنی داری؟ خب موینیت جوانان شاید ظرفیتش نداره، یا که اگر ظرفیتش هم داره جذبیت لازم نمیکنه. حالا شما ببینین در هر پوستی که اعلان میشه، هر پوستی که اعلان میشه شاید پوست یکی دو دانه باشه، ولی سیوی رو که روان کردین بیش از 100 تا، 200 تا، 300 تا، 400 تا است. در همین کمیسیون دسترسی به اطلاعات رفتم فرم دیدم، باور کنید شما که نفر 716 من خودم بودم. حالا شما فرض کنید وقتی در 12 یا 14 پوست میای 716 نفر در یک رشته مشخص سی وی میته، آیا بیکاری به اوج خود نرسیده؟ ما نمیتونیم از چشم پوشی کنیم. موینیت جوانام حالا نمیشه با یک تندیس، با یک لو تقدیر. من لو تقدیر چه کنم؟ زمان نان داشته نباشم لو تقدیر به من چی به درد میخوره؟ خب چقدر راضی هستی از ایجاد حکومت وحدت ملی من حیث یک جوان؟ چقدر خوشبین هستی از این حکومت که همیشه حرفم به این میزنه که ما بیشتر جوانها را در ادارات دولتی بردیم و امروز بیشترشان در ناتوی حکومتی جوانها هستن کار میکنن؟ آقای اکرمی خود چقدر راضی هستی؟ ما از حکومت وحدت ملی 20% راضی هستم. راضی به چی هستم؟ که من در زمان همی حکومت وحدت ملی تانستم دانشگاه من را به پایان برسانم، ولی ای که من جذب نشدیم 80% دیگه من ناراضی هستم. جذب نشدیم در نهادهای حکومتی، ما کار نمیکنم. ببینید بسیاری مشکلات ما که همیالا هست، میگن جوانان جذب کردیم، سه یک تعداد کثیر جذب کردیم ولی خلاف رشته. حالا من که شاگرد حقوق هستم، من برم در انجینری کار کنم، نه خودم مؤثر تمام میشم، نه درایت لازم در کار خود دارم و نمیتونم که پیشرفت کنم، نمیتونم هم کاری را که میکنم یک سهولت برای هموطنانم ایجاد کنم. بله بله. خب حالا اگر یک جوان نتونه که اون رشته را تحصیل کرده کار پیدا بکنه، یک جوانی که واقعا به حاشیه رانده شده باشه و مورد توجه و غور حکومت قرار نگرفته باشه و براحتی نتونه کار پیدا بکنه، اون جوان از دید شما به چه دست میزنه تا اینکه بتونه مشکلات خود را، خانواده خود را حل بسازه؟ چه مصیبت ها را میتونه به جامعه خود به وجود بیاره؟ خب ما گفته میتونیم زمانی که یک جوان برش
کار پیدا نشه. اول مجبور است فکر وقتی در خانه فامیلت برات مصرف میکنن، پدر بیچاره هم که تقاعد میکنه، یا بسیاری های ما پدرشان خدا بیامرزه فوت کردین از این مردم های ما، یا که اینا تقاعد کردین، مردم های دانشمند رسیده ولی تقاعد کردین در سن جوانی، حالا تمام هزینه بالای فرزند خود کردین، فرزندشان هم که کار هنوز نداره، مجبور است به ترک وطن بر ترک وطن کنه در یک جای دیگه تا بتونه یک لقمه نان حلال پیدا کنه بیاره به فامیل خودش بده، چون فامیلش گرسنه است، این مجبور است. همی حسن نیتی که در قبال فامیل خود داره برش اجازه نمیده کالی در خانه راحت خواب باشه و سر مشکلات دیگه مشکل هم بیا بسازه یک مشکل دیگه به خودش، مجبورش ترک وطن کنه. زمانی که ترک وطن میکنه اوش که زین خوبتر داشت شد بره یک کمال یا یک کسبی کاری را پیشه کنه، اوی که نبود شد یک سلسله مشکلات خودش داشت او را بیبی معتاد به وطن برمیگرده، بازم عین مشکل نیده خود کشور. گفتم ما مشکل ما روی مشکل است. خب هفت رشد اقتصادی، عدم توازن میان رشد اقتصادی و جمعیت کشور، پایین بودن رشد تولید داخلی و متکی بودن افغانستان به واردات از دلایل عمده زیر خط فقر رفتن مردم افغانستان است. با وجودی که تاکنون بالاتر از 80 میلیارد دلار برای پروژه های توسعه افغانستان مصرف شده، اما میزان فقر در ولایت روزگان در جنوب افغانستان بازم میگوییم که 95% و نورستان در شرق این کشور 85% است و میزان فقر در کابل 24% اعلام شده است. اقتصاد افغانستان نامنظم، غیر رسمی و غیر قانونی است. بیشتر مردم این کشور کار را برای زنده ماندن انجام میدهند. در میان 24% افراد بیکار، 41% آنان زنان و 18% دیگر مردان هستند. به دلیل اشتغال مردم به زراعت در فصل زمستان میزان بیکاری بیشتر می شود و در فصل تابستان به دقل می رسد. شمار کسانی که در بخش زراعت مصروف کار هستند به 44% می رسند. 19% هم در بخش خدمات، 11% نیز در بخش تجارت کوچک و بزرگ و کمتر از 1% نیز در بخش انرژی و مصروف کار هستند. میزان دسترسی مادران به مراکز بهداشت نسبتاً بهتر شده است. در سال 2005 حدود 17% از مادران کودکانشان توسط کارمندان بهداشت و یا در مراکز بهداشت متولد می شدند که در سال 1395 به 53% رسید. همچنین در گذشته 23% از مادران در دوران حاملگی به مراکز بهداشت مراجعه می کردند که اکنون به 70% افزایش یافته است. آقای اکرمی، بیاین از این صحبت بکنین که آینده جوان را در افغانستان چگونه میبینین؟ آیا همین حالت باقی میمونه یا اینکه صلح میآید و دوباره جوان ها میتونن که باورمند شوند با آینده خود و دوباره جوان افغان دیگر هیچگاهی رو به استفاده از مواد مخدر نمیاره، دیگر به باندهای تبهکار نمیپیونده و همین حکومت و در پرتو صلح میتونن که مشکلات جوانان را حل بسازن، یا اینکه همین وضعیت اسفناک ادامه خواهد داشت؟ خب ما امیدوار به این هستیم که صلح به زودی بیاید در وطن ما. وقتی که صلح بیاید طبعا سرمایه گذاری شروع میشه، طبعا شرکت ها ساخته میشه، نهادهای خصوصی ساخته میشه و همه گی تمایل پیدا میکنن بیان کار کنن در وطن خودشان وقتی صلح امنیت باشه. در غیر از او اگر قرار باشه که صلح امنیت نبیه، وضعیت اینطور ادامه داشته باشه، بدبختر از این خواهد شدیم، در کل بدبختر از این میشیم. بله، وقتی که جوانا را میبینی که در جاده و کوچه و پس کوچه مواد مخدر استفاده میکنن و هیچ کس هم نیست که مانعی از اینا بشه و اینا را کنترل بکنه و یا نظارت بکنه، بدون شک میبینی وضعیت را در کوچه و پس کوچه، چقدر نگران میشی که کشورهای دیگر از جوان چگونه استفاده میکنن و ما از جوانا در چه حالتی هستیم؟ ببینین مواد مخدر یگانه چیزی که ما همیشه باید روش تاکید کرده باشیم و تاکید کنیم، این همین مواد مخدر ما شما باید ریشکن بسازیم، نه اینکه خب جوان ما نسبت به مشکلات یا ما این هم فراموش کرده نمیتونیم که ما کشوری هستیم چندین ده جنگ تجربه کردیم و حالا تحصیل ما در سطح 70%، 80%، 90% نرسیده، شاید جوان ما مشکلات خودش داره، تعداد محدودش است که به مواد مخدر روی آورده، اینا حتما از تحصیلات پایین برخوردار هستن یا هم که هیچ تحصیل نکردین. ما به خاطر رای حل از این نمیدانیم که ما چند جوان بگیریم ببریم بس تداوی کنیمش پس بیاریمش و این حالت خیلی دردآور است. ما باید از ریشه بکنیمش. حالا قاچاق برای بزرگ ما میمانیم چند دانه معتاد از زیر پل جمع میکنیم میبریم،
ما که تیاره در خدمت ما است، نیروی نظامی داریم، ما چرا نمیتونیم همون زمینایی که کشت میشه با وجودی که ما در بین کشورام به نام 99% تولید کننده مواد مخدر گفته میشیم، چرا ما نمیتونیم کی را از بین ببریم؟ میشه توسط انمو تیارهایی که در دسترس ما است بالای انمو مزارع مواد مخدر دواپاشی کنیم از بین ببریم. آخه یک رمی یک گپ که و یا حرفی که به حکومت داشته باشی من حیث یک جوان چی بوده میتونم؟ خواست مهمه که ما تنها نه، تمام جوانان از حکومت دارن، اولی که زمینه شغلزایی، دوم فراهم کردن امنیت، و سیم برای جوانان جای دادن در پروسه های ملی و بین المللی. جوانان باید سهیم بسازن در پروسه های ملی، چون جوانان ستون فقرات همی کشور هستند. وزیر آینده، وکیل آینده، رئیس جمهور آینده از این همی کشور است، از جای دیگر نیست. باید زمینی رشد جوان فراهم شود که فراهم شده تا حدی. ما گفته نمیتونیم، چون دولت افغانستان با دول دیگر داره پروتکل ها را داره، قرارداد ها را داره که از اینجا میرن جوان ها به کشورهای دیگر و در مقاطب بهتر درس میخوانن. ولی بازم تاکید من است که بر جوانان فرصت کاری داده شده و بتانن از این فرصت ها رو برشان محیا بسازن. تشکر. تشکر آقای حشمت الله اکرمی، ممنون که آمدین و من حیث یک جوان و بنامندگی از تعداد از جوانان گپ زدن. شما هم سلامت باشین، آرام باشین و تشکر از برنامه زیبایتان که آواز ما جوانان میرسانین به گوش بزرگ مردان. ممنون شما. ما بیشتر باید به جوانان بپردازیم، چرا که همین جوان است که روزی میرسه که آینده را میسازه. پس بهتر است که ما بیشتر کوشش کنیم تا صدای این جوانها را برسونیم و دردشان را بدانیم و مشکلشان را و خواستشان را که بیشتر به چه متکی هستند به گوش مسئولین برسانیم. ما بیشتر از این شما جوانان را دعوت خواهیم کرد. ادامه برنامه را بیننده باشیم. هموطنان گرامی، برای از بین بردن زنگ زدگی کافی است فلز را 24 ساعت در نوشابه گازدار قرار دهید و به نتیجه مطلوب برسید. نوشابه گازدار می تواند ماده مناسب برای زنگ زدگی آهن، جرمگیری کمود و درخشندگی تایرهای موتر باشد. استفاده از این نوشیدنی پرطرفدار سالهاست توسط برخی از کشورها ممنوع اعلام شده است.
پول افغانی نشانه افتخار، اقتدار و هویت ملی ماست. در سال 1972 ناسا شروع به کار روی یک شاتل فضایی می‌کند که قابل استفاده مجدد است. طراحی نوآورانه آن مرزهای مهندسی را وسیع‌تر می‌کند.